وقتی که تو از جسم جدا گشتی، آزاد از این ملک فنا گشتی، سرمایه تو دین شد، آن تو یقین مسلم گشتی. الحمدلله که جانی پاک هم دادی، از بحر معرفتت پند بسیارم دادی، در کوی انبیا و اولیا روانم کردی، از جهل و تاریکی بر روشنایی روانم کردی. آن کسی که دل تاریک و سیاه دارد، احوال بده در هر دو کون دارد. آن کسی که در دل نور ایمان حاصل کرد، در باطنش هزار گنج ناتکرار دارد. جز غم جان و جانان دیگر غمی نیست مرا، جز خواندن قرآن و حدیث دیگر کار نیست مرا. من صیقل دل و جان کردم و بینا شدم، کنون جز یزدان پاک کسی مولا نیست مرا. اون کسی که در جان یاد الله میکند، او جان خیش آسوده و مصفا میکند. اون کسی که یاد دنیا میکند، جان خیش افسرده و بیمار میکند. هر جان دارای موج خیش باشد، هر جسم در بند جان خیش باشد. جان بیمار موج منفی دارد، جان کفار موج پلیده دارد. همنشینان از همنشینان عبرت میگیرند، هر یکی از دیگری فطرت میگیرد. همنشین خوب آباد و سالمت کند، همنشین بد خار و ملولت کند. مرا در جان شراب دادند، فردوس و ریحان را در جان دادند. مرا به آم و به صورت کار نیست، چون که مرا از آب حیات دادند. هرگز خویش را آلوده خاک و خون مکن، با مردمی ناپاک خویش را همنشین مکن. هر جان از جان خود میگیرد، یا موج خوب یا که موج زشت را میگیرد. این راه جنون زیام دورم کرد، به عالم غیب برد و مجنونم کرد. کنون این قوت ناکسان حرام است مرا، این می کوثر حلال است مرا. در محفل ما خواندن قرآن و حدیث باشد، در ذکر ما نام الله باشد. ما طهارت با می ساقی میکنیم، ما عبادت با صدق و با دل میکنیم. در راه طریقت کسی گمراه نیست، در طریق ما بدعت و کفر نیست. ما در طریق مصطفی میرویم، ما با نور قرآن در این راه میرویم. در کسی که نور نیست، قرآن در جان او مستور نیست. هر کی جانش را قربان قرآن میکند، او جان خویش را دارای نور میکند. جانها از ذکر جبار نور می گیرند، جان پاک از قرآن کریم قوت می گیرد. هر کی در پاکی جان از جه دارد، تو یقین می دان که نعیم و کوثر دارد. اژدهای نفست را سیر مکن، از برای کفر کردن دلیرش مکن. هر کی نفس خیش را فربه می کند، او خیش را قربانی شیطان می کند. دیشب مرا از می ناب سیرم کردند، به باغ معرفت بردند و امرم کردند. ما می خوردیم و عاقل و دانا شدیم، از بندهای نفس و شیطان آزاد شدیم. نفس بد به گناه کردن دلیل رد می کند، هر گناه را جسم بحری این نفس سگ می کند. توی نفست را استخوان ده تا مشغول باشد، در کفر و فساد کردن به قوت و بازو باشد. هر کی نفس خیش را آرام می کند، او جسم جان خیش را آرام می کند. تا آن روزه که نفست سلطانی تو است، جانت در عذاب و کفر قوتی تو است. هرگاه که یاد نام پاکت می کنم، جان خیش را از نورت درخشان می کنم. از همه بیش تو با من قرینی، در جان من تو از همه عزیزترینی. این سخن من بحر پختن من است، هر کی خامان او بیمزتر است. جهد کن تا جسم و جانت یک رنگ شوند، عالم فانی و عقبایت یک رنگ شوند. بخیرت در راه دین رفتن جاهلی است، به دستور در راه طریقت رفتن ابلهی است. ما را قرآن راهنمای راه شده است، ما را یزدان راهگشای راه شده است. هرچی به دنیا قرین میشی، از غم و دردش بیشتر ملول میشی. دنیا و دین رقیب یکدیگرند، وقتی در کوی دین شدی زیدون دور میشی. آن کسی که بنده نفس و شیطان می شود، او بخترین فرد این زمان می شود. نفس و شیطان دشمنی جان و دلم، در جهد ویرانی باغ دلم.
تو لجام نفسی پلید را در دست بگیر، خیش را از آم جاهل کناره بگیر، لرکه شیطان را زیباتینت دور کن، حرف قرآن را در جان و دیلت مستور کن. هر که در راهش به نور قرآن می رود، او در راه غفلت و به دام شیطان می رود. هر که جان خیش را زی شیطان ها رها کرد، او زندگانی خیش آسوده و آباد کرد. تو چیم گم کرده ای در این سرای ویرانی؟ مگر تو نمی دانی که تو بنده سبحانی. تو را خالقت بحر سجده و عبادت آفرید، کنون تو در کبر و غرور مثل حیوانی. غمی جز غم یار ندارد عاشق، حرفی جز ذکر دوست ندارد عاشق. به هر کاری باطل جهد ندارد عاشق، جز سخن خوب سخن ندارد عاشق. دنیا طلبان با دل بیمار رفتند، دل به دست اخیار دادند و به جهیم رفتند. مهر جفای این سرای بیماری آورد، رنج و بلا و خاری و بیمانی آورد. از آن روزی که مرا به وحدت آوردن، به تجدید و توحید و راه حق آوردن، دشمن یک بنده ناکام بودم، خوشم از آن که مرا به کعبه دل آوردن. از سخن من جانهای پاک نوش می گیرند، از پندهای من عاشقان گل می گیرند. هرچی من گفتم بحری عاشقان گفتم، هرچی من نگفتم آن را با خیش بردم. یاد فرمودی حکایه از کتاب الهی نامه حضرت فردین عطار، حکایتی از در اهل دوزخ نام دارد. چون این نقل است که از احاد امت گروه را کند به بحر رحمت، خطاب آید که ایشان را همکنون سوی دوزخ برید و آغشته در خون. با آخر بر لب دوزخ به یک بار زیحق خواهند، محل اندک نبیسیار. خطاب آید به حضرت آشکارا که کار می نگردد دیر ما را. کنون سال هزار نه به علت، به فضل این خلق را داده مهلت. یعنی یک گروه آدم را به سروی دوزخ می برند و به دوزخ نارسیده در یک جای می مانند و مهلت چو می تیند که توبه کنند. چون این نقل است از آن قوم جگرسوز که می گیریند این مدت شب و روز. چون این سال هزار آید سرشان، دی حسرت مهلت باید دیگرشان. همون که گناهش و توبه می کنند که همون که بسیاری هستند که با مهلت می خواهند که با بشوته کنند. دوی دیگر زی حق مهلت ستاندن که تا بر درد خود خون می فشاندن. مدام این 3000 سال افزون همه گیریند و می گردند در خون. که کس یک لحظه با آن قوم مسکین نگوید کس چی می گیریند چندین. همون قومی است که گریه بسیار می کند و گناهش را توبه می کند. بزرگ گفت صد جانی پریشان، چو جان من فدای اشک ایشان. که دردی را که آن درمان ندارد، زی حضرت جز دلی ایشان ندارد. تو را تا درد به درمان نباشد، و درمان کردنت فرمان نباشد. همه یک دردش از صد جان تو را به، که دردش از بسی درمان تو را به. تو را گربوی عبیدی هست چراغ، جراح دلت را بر جراحت نیست اصلاح. به پای انداز خود را سرنگون ساز، مگر از خاک برگیرد تو را باز. تو را یار اگر تو برنگیری سرز پایان پایش، به دست آری کمندی دل را بایش. خداوند غفور و رحیم میگد که من بخشنده هستم، غفور و رحیم هستم، با صفات خودم می بخشم بنده را، نه به آن مرامی که بنده خودش می خواهد. و اگر چند که ما توبه نکنیم، اگر خداوند نخواهد آمرزش نمیکنه گناهای ما را. هزار ساله ها میتونی که توبه کنی اگر خداوند نخواهد. یعنی که همان یک دردش از صد جان تو را به، که دردش از بسی درمان تو را به. تو را اگر به عبیدی هست چراغ دلت را بر جراحت نیست اصلاح. تو را تا درد به درمان نباشد، به درمان کردنت
فرمان نباشد. برای همین اگر خداوند نخواهد نامورزش نمیکنه گناه ما را. ما فرصت داریم در همین دنیا توبه کنیم از گناه خودمون. یا ای که خودمون نفکنیم، همسایه بعدم دارد. دو همسایه زندگی میکردن، یکی همسایهش به دیگرش رشک میبرد، فقط میگفت که وای خونش زوره، وای ماشینش زوره، وای باغش زوره، فرزند دور زورن، زنش زوره. و همین خیلی همه چیز از همسایهش بهتر از خود میدونید و رشک میبرد و کینه داشت به وای. روز همسایه رو میبیند که وای در ماشینش میشیند در موترش و با اهل خونش به جای سفر میکنند. و وای میبیند که همسایه در خونه نیست، در آمده خونه همسایه را آتش میزند از بدیشه. وقتی که آتش می پیدا می شود، آتش می افزوید، همین لحظه در شمال کلان می شود که طوفان می زند همون همسایه را، همون علاوه این همسایه به خونه خودش می زند و همین خیلی خونه همون آدم بعد هم می سوزد و او را هم ضرر کلان می بیند، به خونه می موند. خلاصه چی است؟ وقتی که ما به یکان کس خوبی و بدی می کنیم و عملهای خیر و شر میکنیم، آن هم عملها رو بحر خیش میکنیم، بحر نفس خیش میکنیم. هرچی از ماست بر ماست، هرچی از ماست بر ماست. یعنی که اگر ما خوبی کنیم خوبی به ما میبیه، اگر ما گندگی کنیم با همون گندگی خود به ما میگردم. یعنی که چند کرد با زیاد میشه در رو. برای این بهتر آن میشود که خوبی کنیم که همون خوبی ما برگشته به ما بیاید و در فکر بدی آدم ها نباشیم. یکان کسا بدی نکنیم که این بدی که یک کسا کردی حتما به خطا میگرده میبیاید. انشاءالله که یا زیاد هستم فرصتش دوام میتیم. خداوند غفور و نگهدار باشد. در امان خدای تعالی باشد. خداحافظ.